مخاطبین از رسانه پشت ما جرای فیلم درود به مخاطبین عزیز بند امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم هم. بار دیگه و یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم و دارم که هر کجا این کره خاکی که هستید صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال شید این روزا ماجرای آیسان اسلامی حسابی توی رسانه ها سر صدا به پا کرده ویدیویی که حالا ساعت پیش من در یوتیوب خودم منتشر کرده مبنی اینکه آیسان اسلامی اومد حمله کرد به دخترای بیزینسی ساکن دبی که تنفروشی میکنن تجارت جنسی میکنن و حسابی این ویدیوش وایرال شد انتقادهای زیادی شد خصوصا توی توییتر به ضد زن بودن آیسان اسلامی پرداختن و خلاصه نگم براتون حالا هم بی, بی سی فارسی گزارش مفصل سه چهار دقیقه نزدیک او 53 ثانیه رو منتشر کرده و تا تونست حمله کرد به آیسان اسلامی از واجه های مختلفی مثل شاخ مجازی و چیزهای مختلف هم استفاده کرد و ای یک تیتر هم زد که ناموز پرستی یا مردانگی سمی نام های مختلفیه که به نوعی از رفتار و نگرش به زنان داده میشه مفهومی که حالا با یک دعوای مجازی دوباره بر سر زبون ها افتاده یک چهره فارسی زبان شبکه های مجازی کرد اینستاگرام میلیون ها دنبال کننده به یک اینفلوئنسر زن ایرانی ساکن دبی به تندی انتقاد کرده او حالا عذرخواهی کرده فرنگ مر... ساله در چنین رفتاری چه نقشی داره پرام قوادی گذاشته ببینید گزارش بی بی سی فارسی کاله یه شما برای شما پخش میکنم میتونیم از زوایای مختلف بررسیش بکنیم بیننده عام و بیننده ای که حالا فضای رسانه یا سواد رسانه رو نمیدونه شاید به نوعی تحت تاثیر این ویدیو قرار بگیره با افکت هایی که هست با موزیک سیرس... زیر صدایی که استفاده میشه با ادبیات و واژه‌هایی که استفاده میشه به نوعی ناخداغا میره تو مسیری که بی, بی سی فارسی دوست داره که اون جریان و اون افکار رو هدایت بکنه اما حالا با یک آنالیز ساده بررسی میکنیم این حمله بی, بی سی فارسی و افکار پشت پردهی که در این رسانه وجود داره اولا اینکه میاد توی این ویدیو آیسان اسلامی رو یک شاخ مجازی معرفی میکنه و اون دختری که توی دبی هستش رو میاد به عنوان یک اینفلوئنسر زن ایرانی معرفی میکنه ببین واژه اینفلوئنسر اصلا خودش دهها معنی داره که شما تاثیرگذار باشین که بتونه شما تو فضای مجازی یک حرکت یا بزنید میتونه یکی از معنی اینفلوئنسر باشه یعنی بتونه تاثیرگذار باشه حالا این خانومی که تو دبی هستش آیا این تحصیل رو داره که میتونی از این واژه براش استفاده بکنی اینکه بیای آیسان اسلامی رو تحت عنوان یک شاخ مجازی در نظر بگیری اون دختر رو اینفرنسه در نظر بگیری اینا توی یک ترازو قرار نمیگیره از دید ادبیات ژورنالیستی اما بی بی سی فارسی به حال زرنگی خاص خودش رو کرده و یک گزارش تقریبا سه دقیقه و خورده رو منتشر کرده که من تحلیل آنالیز میکنم این ویدیو رو حالا یه تیکایش رو برای شما پخش میکنم ببینید برای من بودی که سرت تهدید به زنکشی، ناموسپرستی مردانگی سمی یا هر نام دیگری که به این نوع رفتار میدهند پدر مادر برادر خب حمله به نوعی به آیسان اسلام آیسان اسلامی که چهره ای که تو فضای مجازی با ادبیات تنز با ادبیات کوچه بازاری خودش با ادبیات خاص خودش بعضن خیلی میگن به خاطر شیطنتش حالا واجه های مختلفی که استفاده میکنن تونسته تو فضای مجازی میلیون ها دنبال کننده بگیره خب این به مزاج یه سری رسانه ها خوش نمیاد دیگه طبیعتا امثال بی بی سی فارسی امثال ایران اینترنشنال امثال صدای امریکا و جای دیگه بی بی سی فارسی این همه سال با این میلیارد بودجه ای که از دولت انگلیس میگیره این... نمیدونم این صدای آمریکا که از آمریکا بودجه میگیره ایران اینترنشنال که از عربستان بودجه میگیره بعضا بودجه هاشون هم نامشخصه با این بودجه های میلیاردی بی بی سی فارسی تونسته 20 میلیون دنبال کنند در بگیره اسلامی در کمتر از یک سال به 10 میلیون بازدید کننده رسید در این تقریبا به نصف بیننده های مخاطب هایی که بی بی سی فارسی دارن دنبال کنند هرچند مخاطب های اسلامی میلیون ها نفر بیشتر هستش و نوع سب که مخاطبش هم متفاوته حالا نتیجه گیری که بی بی سی فارسی میکنه جالب هستش این که میگه معذرت خواهی کرده اینا نتیجه گیریشو ببینیم عنوان ایران تو اینجوری میخوای بری بیرون چشم اگه لباسم بری سری عوض میکنی با این لباسا بیرون نمیری هر روز در شبکه های اجتماعی ویدیوهایی از این دست تولید می شود در ستایش غیرت محتواهای این چنینی زیاد دیده می شود مثلا آیسان اسلامی در اینستاگرام بیش از ده میلیون نفر دوم اینجا جالبه مقایسه میکنه آیسان اسلامی رو با ابی و علی دایی گوش بدید بالکننده دارد ابی 11 میلیون و علی دایی حدود 12.5 میلیون فقط فرقش این است که آن دو اسطوره یکی در آواز و دیگری در فوتبال اما این یکی فقط شاخ مجازی است توجه کردید با هوشمندی خاصی ابی رو ورداشته گذاشته توی ظرف بی که حالا نوعی طرفتاری خواست خودش رو داره علی دایی که اصلا اسمش تریلی نمیکشه رو گذاشته یه ظرف و آیسان اسلامی گذاشته توی یه ظرف دیگه اصلا مقایسه کردن این حرفات میدونید مثل چی مثل این که شما بیا یه ماشین رو با مثلا یه دونه خونه مقایسه بکنی یا بیا مثلا موبایل رو با قابلمه مقایسه بکنی یا مثلا قابلمه رو با میز مقایسه بکنی اصلا اینا توی یه رنگ نیستن توی یک درجه نیستن شما بخوای مقایسهشون بکنید ولی وقتی این مقایسه رو انجام میده ببینید تو ادبیات ژورنالیستی هرگاه توی یه لولی از مقایسه ما بخوایم یه چیزی رو قرار بدیم با مقایسه کردن میتونیم یه آدم رو تخریب بکنیم یا با مقایسه کردن میتونیم یه آدم رو بالا ببریم اینجا از این تکنیک وقتی داره استفاده میکنه استفاده میکنه که تخریب بکنه استفاده میکنه که اون آدم رو از دور خارج بکنه و از واژه شاخ مجازی استفاده میکنه ببینیم بقیه شو خواهر من اگر طلاق میگیری نرو بیش مادر پیره دنگت آهناله نکن از قاب گوشیش با مخاطبانش صحبت میکند و سوال اصلی اینجاست که چرا میلیون ها کاربر چنین محتوایی را دنبال میکنند سوالی رو مطرح کرده بی بی سی فارسی که چرا میلیون ها کاربر چنین محتوی دارم یعنی شما به عنوان بی بی سی فارسی نمیدونید این سآله چرا سوالی پرسیده که با پایان بازه و سوالی رو پرسیده که یعنی ببینید این یه شاخ مجازی شما بدبختیتون میرید اینو دنبال میکنید یعنی با سبک ادبیاتی اصطلاحاً حالا تو ادبیات روانشناسی رسانه میشه بهش گفتش که به نوعی سوالی که تهش مشخصه میخوام بگم که آقا تو چی نیستی اونایی هم که تو رو دنبال میکنن مثل خود دفکارشون اونوریه پوچه اما وقتی ریشه یابی بکنی متوجه میشیم که آیسان اسلامی داره زندگی که جوانها آرزو دارن رو زندگی میکنه سبک زندگی که جوونها دوست دارن رو زندگی میکنه یه آدم پولدار بی دغدغه خب، که اون خیلی ساده زندگی ساده میگیره زندگی رو 24 ساعت زندگیش رو توی فضای مجازی میذاره کسی که با کمترین امکانات با سبک ادبیاتی ساده تونسته ده میلیون مخاطب بگیره و حتما یه مسیر و راهی رو رفته که شماها نمیدون. اگر نمیدونید اگه نمیدونید حتما نمیدونید که سوال کردید ولی شد تیکش شبیه جهاد خیابانی سوال میکنه خوشم جواب میده حتما میدونید داستان از چه قرار هستش اما اینا فقط از حسادت میاد اینا همش از کینه میاد اینا به خاطر اینه این که آیسان اسلامی تو زمین شما بازی نمیکنه اگه فعالیت سیاسی میکرد اگر به یک سمت جناه سیاسی میرفت اگر فضاش رو سیاسی میکرد و باب میل شما رفتار میکرد که میتونستید ازش مش سواری بکنید اگر با رسانتون مصاحبه میکرد اگر باهاتون حرف میزد اون موقع میشد محبوب دل شما و ازش حمایت میکردید اما شما قطعا من آیسان اسلامی رو باش در ارتباطم دیگه خود شما هم بهتر میدونید بهش دایرکت دادید جوابتون نداده دایرکت دادید دایورتتون کرده رو در, در دیوار گفتید اه پس بزار بریم روی این سب بزنیمش به سمت ناموز پرستی بزنیمش به سمت این تیپی نمیدونم بزنیمش به سمت نمیدونم اون سمتی خب نمیدونم از این سری واجه استفاده کرده آمار نمیدونم خشونت علیه زنان و اینا اما هم خودی شما میدونید هم مخاطب ها خودشون باهوشن که این رفتاری که آیسان اسلامی داشت ربطی به خشونت زنا نداشت حداقل این یه مورد به کاراکتر این آدم نمیخوره و فقط میخواست بگی که آقا جمع کنید کازو اون فضای فحشایی که در دوبی وجود داره منظورش اونجوری بود من توی ویدیو قبلا گفتم تو اگه این آدم مشاور رسانه‌ای داشت آدمی داشت که بهش مشاور رسانه می ای میتونست این فضا رو بهتر مطرح بکنه که لازم نباشه حالا بعدش بخواد بیاد معذرت خواهی بکنه اما شما از این آدم هم که حالا این میلیون ها مخاطب داره به حال میدونید دیگه داشتن مخاطب هم به نوعی ارزش خبری تو ادبیات رسانه‌ای و توی فضای رسانه حساب میشه اگه محبوب باشه و داره یک مخاطبی باشه وقتی صحبت بکنه به ارزش خبریه وقتی این حمله ها رو میکنید و ربطش میدید به آمار و ارقام خشونت زنان فقط هدفی جز تخریب اون آدم ندارید اما خوشبختانه وقتی کامنت های ما بی بی سی فارسی رو میخونیم و کامنت هایی که اومده بود زیر اون پست دیگه کاملا متوجه میشید که مردم چه واکنشی رو نسبت به این آدم دارن و همه ازش به عنوان آدم با غیرت یاد کردن و حمایت کردن ازش و دیگه کامنت که خود مردم هن دیگه مردم بورکینافاسو نیستن مردم هستن که طبقه بالا و پایین شمایی که داخل ایران هستید و بیرون از ایران هستید دارن کامنت میذارم همشون هم به زبان فارسی دارن می نویسن عربی رو نمیدونم اسپانیایی و فرانسوی نمی و همه دارن به نوعی حمایت میکنن و میگن که آیسان اسلامی حرف بدی رو نزده اینکه شما دارید به عنوان یک رسانه حمله میکنید و یک مقایسه انجام میده، مقایسه فالووری انجام میدید خنده داره به نظرم در صورت دوستان نظر شما رو هم بدونم و شما نظرتون رو بگید آیا حق و بی فارسی آیسان اسلامی یک شاخ مجازیه و داره شروور میگه و با چرت و پرت گفتن این چیزها مخاطب جذب کرده یا نه به نوعی داره زندگی میکنه ببینید شما یه فیلم سینمایی هم نگاه میکنید بازیگرای سینما هم تازه اونا دیالوگ میذارن جلوشون اونا هم کار خاصی انجام نمیدن چرا دیالوگ رو دارن میگن اسم خشونم گذاشتن هنرمند فقط دارن مردم رو سرگرم میکنن پس میشه سرگرم کردن مردم موضوعات علمی و سیاسی و فرهنگی و هنری رو به مردم آموزش نمیدن فقط دارن مردمو سرگرم میکنن این آدم هم با تولید محتوایی که داره تو فضای مجازی میکنه داره مردم رو سرگرم میکنه چجوری میشه شاخ مجازی بازیگره نمیشه شاخ مجازی در صورت دوستم نظر شما رو هم بدون حتما برای ما کامنت کنید خیلی مخلصیم